آینده ایران در دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاست از خروش ملی و جنبش سبز آزادی خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. با درود خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم از نهاد مردمی، یکی از بیش از 720 نفر عزیزانی که از سراسر جهان تصمیم گرفتند، بعضی برای چندمین بار و بسیاری برای اولین بار در این 32 سال گذشته قدم به جلو بگذارند و به دنیا و به خصوص به حکومت ملاها بگویند که دیگر بس است و ما هستیم و ما حاضریم که دست به دست هم بدیم با ایدئولوژی‌های مختلف، با افکار مختلف، با نظرات مختلف، با وابستگی به سازمان‌های مختلف از داخل کشور، از خارج از کشور، با نام مستعار یا با شخصیت حقیقی، با سواد و بی سواد و با پول و بی پول و مرد و زن و جوان و پیر و همه گونه دست به دست هم بدهیم و برای اولین بار در 32 سال گذشته از طریق استفاده از جدیدترین سیستم‌های تکنولوژی و بعد از بررسی دقیق و دو ساله ایثار و تلاش‌های خستگی ناپذیر هزاران نفر ایرانیانی که در 30 سال گذشته در خارج از کشور سعی کرده بودند و هنوزم می‌کنند که یک همبستگی ایجاد بشه، بتونیم از درس‌های گذشته بیاموزیم و با استفاده از جدیدترین سیستم‌های تکنولوژی دور هم جمع بشیم و اون جامعه دموکراتیکی رو که آرزوی تک تک ما هست که در آینده ایران همه درش زندگی بکنیم و در اون باشیم، از الان نه تنها تمرین کنیم بلکه بسازیم. این کاری که شروع شده، این ساختاری که شروع شده به نام نهاد مردمی، برای اولین بار به طرزی که شروع شده نه رئیس داره نه مرئوس. یک سری افرادی که به خودشون اعتماد دارن، به خودشون باور دارن و میدونن که اگر ما جلو بیفتیم و تک تک ما جلو بیفته و دست به دست هم بدیم، کوه‌ها رو میتونیم تکون بدیم و دنیا رو میتونیم تکون بدیم و 100% حکومت ملاها رو میتونیم که به سطل زباله‌دان تاریخ بیاندازیم.
از دکتر و پزشک و مهندس و استاد دانشگاه و دانشجو و نقاش و شاعر و ورزشکار و تهرانی و فارس و بلوچ و خوزستانی و قشقایی و بختیاری و آذری همه و همه دور هم جمع شدن، فقط با یک نام و آن نام ایران است. ما برای خودمون یک هدف گذاشتیم، هدفی که ممکنه یکی سخت باشه در شرایط امروزی و بعضی هم حسودا و مزدورا هر روز دعا میکنن خدا خدا که ما به اون هدف خودمون هدف اول نرسیم. و هدف اولی که برای خودمون گذاشتیم این بود که در 90 روز بعد از معرفی نهاد مردمی 100 نفر 100 انسان ایرانی تبار بیان پا جلو بذارن، دستشون رو بالا بکنن، بگن من ترسی ندارم که اسممو بگم، فامیلمو بگم، عکسمو بذارم و که فقط کشوری که زندگی میکنم بذارم و به عنوان یک پیشگام بنیان گذار بیام در این ساختار مجازی و با شخصیت حقیقی خودم ساختار نهاد مردمی رو به یک ساختار و سازمان حقوقی تبدیل بکنیم با رأی گیری دموکراتیک جلوی چشم مردم و با همه کار با صداقت، با شفافیت، با اون مردم سالاری که آرزوی ما هست. خوشبختانه همینطور داره به تعداد اعضای پیشگامان نهاد مردمی اضافه میشه. در همین 24 ساعت گذشته یادم دیروز ما رقم 58 رو نام بردیم که 58 نفر پیشگام بنیانگذار داریم و در همین 24 ساعت گذشته دو شخصیت دیگر اضافه شدن به این تعداد و الان شده 60 نفر و 725 نفر تعداد کل پیشگامان هست. اجازه بدید که بریم روی وبسایت نهاد مردمی و همونطوری که میبینید این رقم به 60 رسیده. دیروز من آقای سیامک و سایمون تاجر رو از سیاتل خدمت شما معرفی کردم. ایشون خودشون مستقیما از طریق پیپل تصدیق هویت شخصیت حقیقیشون رو کردن و پیشگام بنیانگذار شدن. فکر کنم این یک شنبه شاید با ایشون مصاحبه‌ای داشته باشیم، گفتگویی داشته باشیم. آقای احمد رضا حکمت که صداشون رو در برنامه تلویزیونی شنیدین دیروز معرفی کردم. ایشون هم با فرستادن آیدیشون و معرفی که داشتن پیشگام بنیانگذار شدن. آقای رضا سجادیان که در یکی از برنامه‌های دکتر ایرج شاه ولایتی میهمان برنامه بودن، ایشون پروفسور استاد دانشگاه هستند در شرق آمریکا و از طریق فرستادن آیدی و عکس و شخصیت حقیقی شدن. و امروز صبح که سر کار اومدم دیدم یک عزیزی، یک هموطنی به نام آقای شاپور سورن پهلو، فکر کنم ایشا درست بگم پهلو، از انگلیس اتوماتیک از طریق سایت پیپل شخصیت هویت حقیقیشون رو تصدیق کردن. ایشون نوشتن که I'm an Iranian archaeologist and aeronologist and currently the program director of the Circle of Ancient Iranian Studies CAIS based in London, United Kingdom. ایشون گفتن که ایشون یک باستانشناس ایرانی و یک ایرانی شناس هستن و در حال حاضر مدیر یک سازمانی هستن به نام Circle of Ancient Iranian Studies، حلقه تحقیقات باستانشناسی ایران، مخففش هست CAIS، در شهر لندن در United Kingdom انگلیس. بسیار بسیار خوش آمدید آقای شاپور عزیز. برای ایشون من یک ایمیلی فرستادم و تقاضا کردم اگر مایل باشن در یکی از برنامه‌های نهاد مردمی میهمان برنامه باشن. به اضافه اینکه توجه بفرمایید که اینجا یک عزیزی به نام عرفان امیر از یونان با نام مستعار ثبت نام کردن، عزیز دیگری به نام ایرانی از آمریکا ثبت نام کردن با نام مستعار، عزیز دیگری به نام کوروش کبیر با نام مستعار کوروش کبیر از ایران ثبت نام کردن، عزیز دیگری به نام زیارانی از ایران ثبت نام کردن. ایشون معلم هستند و گروه سنی 56 تا 65. چند نفر دیگه از عزیزانی رو که در چند روز گذشته ثبت نام کردن و این کار رو ما سعی خواهیم کرد که از این بعد تکرار بکنیم که نه فقط شخصیت‌های حقیقی بلکه شخصیت‌های مستعار روزهای گذشته هم خدمتتون معرفی بکنیم. آقای علی عباسی از یونان، اینا بعضیش مسلمن، اونا که مستعارن رنگشون دورشون آبیه، سبزها شخصیت‌های حقیقی هستن. ای بابک 19 از ایران، مازیار 19 از ایران،
دکتر همایون نوبارانی از استرالیا. امیدوارم که ایشون اسم حقیقی باشه و هر چه زودتر با شخصیت حقیقی ثبت نام کنن. ماندانا 62 از ایران، AMNN از آمریکا، امیر 7936 از یونان، تارای TB64 از ایران، باران 45 از ایران، آرش 7000CH از سوئیس، آوای 3 از آمریکا، آتوسا والی یا ولی از کانادا، نیو لایف از ترکیه، کمال گرایی از کانادا، رد شاه از آمریکا، فرهاد وراهرم از سوئد، در بیدریل از ایران و تامی کاسکا که دور رنگشون سبز. ایشون یک آلمانی هستن، یک آقای آلمانی هستن که مثل اینکه در تظاهراتی که دکتر شجاعی اینا در آلمان برگزار میکنن میشناسن و ایشون با شخصیت حقیقی پشتیبان شدن. و بالاخره خانم یلدا از آلمان که فکر میکنم ایشون هم در حال تهیه آیدیشون هستن برای ما بفرستن. به هر صورت میبینید که نهاد مردمی جاییست که درش به روی همه باز هست. هر کسی که دلش بخواد میتونه بیاد تا وقتی که به یک هدف و پنج اصلی که روی سایت نهاد مردمی است باور داشته باشن میتونن بیان پشتیبانی کنن، کار بکنن، فعالیت بکنن. به قول آقای امیدوارم یه موقع هم خوششون نیومد دیدن چیزی خب به دردشون نمیخوره، زوری که نیست، تشریف میبرن. نه از کسی پولی گرفته میشه نه چیز دیگری، فقط ایجاد همبستگی و پیوستگی است. و شماها عزیزان دیدید که در این تقریبا 50 روزی که گذشته، یه ماه و 15 روزی که از معرفی نهاد مردمی گذشته، چه خانواده‌ای داره درست میشه، چه مهر و محبت و عشق و پیوستگی و همبستگی بین ایرانیانی که هیچ موقع همدیگر رو ندیده بودن و هنوز هم هیچ کدوم همدیگر رو نه از طریق عکس و فیلم و ویدیو اینا به هیچ وجه نمیشناسن، فقط به خاطر عشق به ایران و فقط به خاطر همکاری و همبستگی. و بسیاری از اونها رو شما هر کدوم در برنامه روزانه نهاد مردمی که در حال حاضر فکر می‌کنم بیشتر از 20 شاید 40 ساعت برنامه داره می‌بینید. یک خبر برنامه‌ای خدمتتون بدم. فردا که روز پنج شنبه هست، من ایمان فروتن دعوت شدم از طرف تلویزیون پارس و جناب میبودی و میهمان برنامه آقای میبودی خواهم بود که در رابطه با نهاد مردمی صحبت بکنیم. و همچنین از هفته آینده هم خبرش رو خواهیم داد. به احتمال زیاد 5 تا 10 ساعت دیگر برنامه تلویزیونی به برنامه‌های روزانه و هفتگی نهاد مردمی برای آمریکا و کانادا اضافه خواهد شد که تا اونجایی که میتونیم تمام ایرانیانی رو که از طریق رسانه‌های تلویزیون‌های مختلف دنبال می‌کنن برنامه‌های سیاسی و مسائل ایران رو بتونن در رابطه با نهاد مردمی بدونن. و امیدواریم که قدم اول رو پیش بذارن که همه با هم برسیم به فازهای بعدی و فازهای اصل کاری و مهم نهاد مردمی. الان در فاز یارگیری هستیم، یارگیری شفاف و مردم سالار و با صداقت، و بعد از یارگیری کارهای بسیار مهم دیگری که برای آزادی کشورمون لازم هست با هم انجام خواهیم داد. امروز برنامه‌مون قرار بود که همش بیشتر برنامه آموزشی باشه، برای اینکه فیچرها و کاربردهای جدیدی در سایت نهاد مردمی اضافه شده که در رابطه با اون می‌خواستیم توضیح بدیم. ولی یک میهمان بسیار بسیار عزیز، یک هموطنی که در انگلیس تشریف دارن و فعالیت‌های بسیاری داشتن و دارن در رابطه با مسائل حقوق بشر، در رابطه با اعدام‌هایی که در ایران میشه، سنگسار و غیره، این میهمان الان در انگلیس هستن و من الان از طریق سکایپ سعی میکنم که با ایشون تماس برقرار بکنم. اسم این عزیز هست آقای بهرام سروش و فرهمند کلایه عزیز خودمون. از طریق فیسبوک با ایشون آشنا شدن با فعالیت‌هاشون و باز بار دیگر به من و شاید بسیار دیگر ثابت شد که ما این هم، یعنی این فرمول و این فاوندیشنی رو که ما بر اساسش داریم کار میکنیم در نهاد مردمی، که در این دنیا هستن صدها اگر نه هزارها یا دهها هزار اشخاص و افرادی که ایثار میکنن زندگیشون و وقتشون و پولشون و زمانشون و انرژیشون و فکرشون رو دارن میذارن برای کمک به ایران
در قسمت‌های مختلف، حقوق بشر، حقوق کودکان، نمیدونم نافرمانی‌های مدنی، کمک به پناهندگان، ولی خیلی از ما خبر نداریم. انقدر پراکنده شدیم، انقدر چیزهای مختلف بوده خبر نداریم و هر روز الان می‌بینیم با این تماس‌ها چگونه داریم این زنجیرهای گسیخته رو به هم وصل می‌کنیم. و اینجا به اجازه بدید که من خدمت شما معرفی بکنم یک عزیزی رو که صدای من رو امیدوارم داشته باشن.